درود فراوان خدمت دوستان عزیز به بررسی بازار 31 روز فروردین ماه و آخرین روز فروردین میرسیم. بازاری که تقریبا میشه گفت امروز مجدداً توسط حقوقی های شرکت های بزرگ مورد توجه قرار گرفت و خب بسیاری از بانک ها همجور که مشاهده میکنین تقریبا اواسط امروز، این ماره ساعت 10:40 هستش که میبینید بانک تجارت ملت صادرات خب همه تقریبا حدود 5-6% مثبت، برکت بودن 3% مثبت با حجم فروش زیاد 60-5.5% مثبت، فولاد فملی مثبت و حالا خودرو تقریبا حدود 0. بقیه سهام ها وقتی که نگاه میکنیم خیلی مورد استقبال حقوقی ها امروز قرار نگرفتن، حقیقی هم که هیچی، یعنی اصلا حقیقی ها که چند روزیه خیلی اصلا کار زیادی انجام نمیدادن توی بازار. حالا باز امروز مقدار خرید حقیقی ها هم بررسی خواهیم کرد، ولی خب حقوقی ها امروز ببینید در پتروشیمی و نفتی ها خیلی فعال نبودن، در بانکی ها فولاد و فملی 60 و برکت و حالا خودرو تا حدودی میشه گفتش که بیشتر فعالیت کمته. توی پتروشیمی هم نوری، آریا، پترول اینجا حدوداً زیر 1% مثبت هستن، ولی خب با حجم مثلا بانکی ها و یا این چند تای دیگه مواجه نبودیم، تا اینکه در نهایت و در انتهای بازار هم نگاه میکنید بانکی ها در صدر معاملات مثبت امروز بودن، یعنی آخر کارم بانکی ها با مثبت کار خودشون تمام کردن، 60 هم مثبت کار خودشون تمام کرد، ولی برکت و فملی و فولاد در دقایق پایانی یه مقدار کمی منفی شدن، ولی به صف فروش و عرض کنم مسائلی که روزهای قبل دوچارش می شدن، البته غیر از دیروز، حالا دیروز و امروز یه مقداری اوضاعشون کمی متفاوت تر بود، ولی فقط همین، یعنی مثل اینکه شما 700 تا سهم سهامی که توی بورس هست رو خلاصه کنید در همین 7-8-10 تا سهمی که اینجا دارید میبینید، یعنی کل بورس انگار شده همین ها و متاسفانه باز شاهد این بودیم که امروز بیش از 400 سهم، یعنی حدود 450 سهم تو صف فروش قفل شده بودن و از اون طرف هم صف خریدی هامونم حدود 20 سهم بیشتر در صف خرید نبودن. یعنی وقتی ما میگیم 450 سهم از 700 سهم اصلا قفل تکون نمیخوره، یه چیزی حدود 60% بورس اصلا تکون نمیخوره و حالا اون 40% دیگه هم که تکون میخوره 7-8% مثبته، بقیهاشون تو منفی داره تکون میخوره، یعنی تکون هامون هم اینجوریه و حالا از این نقشه هم مشخصه دیگه، ببینید همه اینا تو منفی دارن معامله میشن، همین گروه بانکی ها بوده که با چند تا سهم دیگه که نام بردیم فقط اینها مثبت بودن و تنها الگو ساعتیمون هم امروز فنوال بوده. با وجود این شاخص امروز 0.2% مثبت شده، حالا بر اساس همون معاملاتی که توی همین چند تا نماد انجام گرفته توسط حقوقی ها خوب حمایت شدن 0.2% مثبت و هم وزنم 0. گویا فقط میخوان همین اتفاق بیفته، یعنی الانه حالا این منفی نشه، مثلا جلوی منفی شدنش گرفته بشه یه جورایی و یه عدده یه کمی بیاد بالا، مثل اینکه هدف این هستش و حالا این حمایتایی که دارن میگن از بورس انجام میدیم خلاصه شده در یه چنین چیزی، در چنین حالتی و حالا ما اندیکاتورها رو هم با هم دیگه میبینیم، هم تو شاخص هموز هم توی شاخص کل، که خب حالا درسته که امروز سبز بود به اصطلاح کندل ما، ولی اونقدر جوندار نبود که به قول معروف اینجا بکنه به سمت بالا. ما منتظر یکی دوتا کندل خوب ببینید، کندلای اینجا
کندلایی که تقریبا تو 10 روز آخر سال قبل داشتیم، یعنی آخر سال 99، یه 7-8 روزی بورس خوب شد و با یه کندلای سبز بزرگ ببینید اینجوری میومد بالا. یه تعداد از اینا نیاز داریم. نه آخه این چیه دیگه، اینجا اصلا یه ذره بینی شما باید بذارید تا سبز بودن اینا ببینید. این حالا دستشون درد نکنه، نذاشتن از این منفی ترشه بیاد پایین تر، ولی اینقدر که میگن ما حمایت میکنیم جلسه تشکیل میدن این طرف اون طرف، به قول معروف اینجوری حمایت نیست. و اگه بخواد به همین منوال پیش بره که حالا مثلا اجازه بدم به چند تا سهم بزرگ فقط بیان یه اوراق مشارکتی چاپ بکنن، به قول معروف قرض بگیرن و بیان حالا سهامای خودشون رو بخرن که یه تکونی بخوره این سهام ها بره بالا و بعدن 400-500 سهم اصلا بیخیالش بشن، هیچ فکری براشون نکنن، خب به این روال فکر نمی کنم نتایج دلخواه و خوبی باشه برای ما. شاخص هم وزنم که میبینید تقریبا به سطح حمایتی خودش رسیده روی ابر کومو و همه چیز برای رشد مهیا هست. البته اینم بهتون بگم، همه چیز مهیای اون اتفاقه هست که کندلای سبز رو شاهد باشیم بره بالا، ولی واقعا نمیدونم چرا تکون نمیخوره. یعنی از نظر بنیادی هم بخوایم بررسی کنیم، الان اخباری براتون گذاشتم، یه خبر در ارتباط با شستا و خیلی از سهام دیگه، من روز داشتم میدیدم که از نظر بنیادی ارسوام خدمتون مشکلی ندارن. فرضا مثلا الان این خبر در ارتباط با هکشتی، سود خالص 136 میلیاردی هکشتی در نه ماه پایانی 99، درآمدهای غیر عملیاتی جور زیاد عملیاتی هکشتی رو کشید. یعنی خب ارسلام خدمتتون سود خوبی تونسته تو این 9 ماهه کسب کنه هکشتی. ببینید نسبت به دوره مشابه افزایش 1196% داشته و خب اخبار خوبیه. یکی دیگه نگاه کنیم اینجا، این کیه؟ سود 1200% شرکت توسعه عمران امید، نماد سومیت هستش. خب میبینید الان 3200% افزایش سود داشته، افزایش سرمایه و آذر رو داریم. ارفع همچنین افزایش سرمایه داره، کتبس افزایش سرمایه داره، پکویر در خصوص افزایش سرمایه پیشنهاد داده. اطلاعیه خوبیه به مپنا را میبینیم که از تغییرات اساسی قراردادش نوشته در احداث بخش بخار نیروگاه. ایوان را میبینیم که افشای عملیات نوع بی داشته که موضوعش ایجاد کنسرسیومی جهت سرمایه گذاری در حوزه ICT هستش که خب قرارداد خوبی هستش. تی محرکه الان از انعقاد قرارداد خبر داده. که قزوی رو میبینید که اینجا افشای اهمیت الف زده، اطلاعات الف زده. و حالا همه اینا وقتی ما بررسی میکنیم تمام افزایش نرخ شرکت های سیمانی ها داشتیم، تمامشون الان زدن دیگه، 10%, 10%, 10%, 10%. ببینی سرود، ساراب، ساروم الان قانونن سیمان افزایش قیمت پیدا کرد و خب تمام سیمانی ها این را زدن. اخبار واقعا اخبار خوبی از همه طرف داریم میشنویم. سود 17%، رشد 17% سود فارس در 9 ماهه منتهی به اسفند 99 رو نگاه میکنیم اینجا الان زده مجدد. و شستا الان من خبرشم روی اینستا براتون گذاشتم، جهش 136% سود شستا در گزارش 9 ماهه. البته منظور قیمت نیست، و برخی از دوستان تو کامنت ها فکر کرده بودن که ما میگیم کسی سهام شستا رو خریده سود کرده، اصلا ربطی به قیمت سهام شستا نداره.
سود شرکت نسبت به سال قبل عرض کنم خدمتتون که 136% رشد کرده و خب خبر بنیادی خیلی خوبی هستش. ربطی به قیمت خود سهم نداره، حالا چون بعضیا من گفتم پس چرا سهم 60 ما داریم ضرر کردیم داخلش، مثلا الان خریدیم قیمتش اومده پایین، اینجا اصلا ما به قیمت سهم کاری نداریم، ما داریم چیکار میکنیم؟ عرض کنم خدمتتون که خبر افزایش سود را میدیم، مثل شپتیس که میبینید اینجا پتروشیمی پردیس افزایش 3700 میلیارد تومانی سود خالص. خب حالا همه خوب بودن، یه دونه افت 30% ونیکی در زمستان 99 رو داشتیم، زمستان 99 30% ونیکی کاهش پیدا کردی. خب ببینید تقریبا میشه گفتش که 9 تا 10 تا 15 تا خبر خوب داریم که همش افزایشیه، بعد یه دونه مثلا خبر کاهشی داریم، بعد از اون ببینیم قیمت ها همه کاهشیه، باید به همین نسبت مثلا توی قیمتاشون رو تابلو هم خب کاهشی باشه، ولی خب مثل اینکه این خبر خوبه از هیچ اتفاقی رقم نمیزنه. خروج 70 میلیارد تومانی افراد حقیقی از برکت، امروز تمام سهم رو حقوقی ها گویا جمع کردن، 70 میلیارد تومان امروز حقوقی خرید کرده، یعنی هر کس می‌خواسته بخره امروز حقوقی ازش خریده. و دیدی توی یه قسمت‌هایی از روز هم که مثبت بود، یعنی 3% 2-3% مثبت خرید کرده، فقط در آخرین معامله شده 1% اومده پایین‌تر قیمت، ولی عرض کنم که قیمت پایانیش مثبت شده، ارزش معاملات 231 میلیارد تومان، 69% خریداران برکت، 31% حقوقی ها. از طرف دیگه اکثر برگه های سهم را اشخاص حقیقی به فروش رساندند که اینم نمودار خرید و فروش امروز برکت هستش. خب برکت را ما اگر واکسن کرونا به نتیجه برسه انشاءالله که خب میرسه قطعاً، حالا بالاخره دیر و زود داره ولی به نتیجه میرسونندش. ببینید رشد 4% 60 در آخرین روز فروردین، 60 از روند نزولی رهایی پیدا کرد. خب هم که اخبارش خیلی خوب بود از نظر بنیادی 60، همون که اون به اصطلاح پولی که وارد شد و تامین اجتماعی قرار شد اوراق مشارکت بفروشه بیاد 60 را حمایت بکنه، باعث شد که یک دو روزه بالاخره 60 تکونایی بخوره. خب امروز به غیر از بانک ها و مؤسسات اعتباری که حقیقی ها اونم دیگه اون آخر کار دیدن خیلی خوب داره جلو میره، فکر میکنم حقیقی ها اومدن داخل، بقیه گروه ها باز حقوقی ها بیشتر این خرید ها رو داشتن، ولی خب وضعیت ببین نسبت به روزهای قبل خیلی بهتره، یعنی 128 نماد امروز حقیقی پول وارد کرده. یادتون باشه برخی از روزها 2-3-5 یکی نماد بود که پول وارد میکرد، ولی امروز 128 نماد پول وارد کرده. این تعداد بیشترین پول هم به وب ملت و عرض کنم بانکی ها وارد شده و نوین و صادر و پاسار و پارس و خاور از خساپا، سیتکو و سناه. خب حقوقی ها رو میبینید که برکت رو میبینید بیشترین خریدشون بوده که چیکار کردن، 72 میلیارد امروز خرید کردن، بعدش خب 60 هم بوده، یک مقداری ما به شارژ نیاز داریم، یک لحظه استوب کن. خب نسبت رو هم اینجا نگاه میکنید، نسبت مثلا به چند روز پیش که اینجا اصلا این آبی محو بود، یه نقطه بود یه خط بود، امروز وضعیت خدا رو شکر که کم بهتر بود. ما نمیگیم وضعیت خیلی خوب و عالی هستش، به خاطر اینکه مجدد نگاه بکنید نقشه کل را جالب نیست و خب قطعا این وضعیت
عادی و نرمال نیست، ولی خب نسبت مثلا به چند روز قبل بهتره. 250 میلیارد هم ببینید امروز حقوقی ها حقیقی ها نقدینگی خارج کردن، چون امروز حقوقی ها بیشتر وارد کردن دیگه، حقیقی ها نقدینگی خارج کردن، باز جا اشتباه تایپی احتمالا. نمادهای برکت خودرو شستا و تجارت خساپا شپنا و ملت و به ملت بخشید. زوب به پیون شگویا آریا به گیلان سبا به جهرم هم در پرتراکنش های بازار امروز قرار داشتن و عرض کنم خدمتتون که توی صندوقای ETF هم اگه بخوایم نگاه بکنیم بالاخره تراس هاشونا اینجا توی این شکل هست که الان براتون میخونم. بیشتر ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری امروز به کمند با 715 میلیارد تومان و بعد دارایی کم و پالایش کم هم در جایگاه سوم قرار گرفت. حقیقی ها 14 میلیارد تومان واحد صندوق های کیان را از حقوق خریدند و اشخاص حقوقی نیز بخشی از مالکیت صندوق اعتماد آفرین پارسان یعنی اعتماد را اینجا حقوقی ها خرید کردن. دارایی کم امروز 5.2% به صلاح داراییشا زیاد دیدن، بیشتر شد و رشد کرد. صندوق الماس با زیان 1.1% مواجه شد و هیجانات امروز باعث شد که بیشترین نوسان قیمت در ارتباط با دارایی کم در تابلو معاملات هم نقش ببنده. همچنین پالایشی کم هم 835 میلیارد تومان دو صندوق بانی با هم دیگه مالی و پالایشی یکم روی هم یعنی 39% خرید و فروش ها را این دو تا صندوق دولتی پالایش کم و دارایی کم 39% حدود 40% معاملات را امروز به خودشون اختصاص دادن و خریداری کردن. از این طرف هم مشاهده می کنید که تغییر مالکیت ها را ببینید، دارایی کم امروز حقوقی ها کم شده، کمند کم شده، پالایش ها حقوقی خرید کرده، اعتماد کم شده و خب اینم وضعیت ETF های امروز ما هستش که خب فکر میکنم مقداری قابل قبول توی این صندوق ها، یعنی امروز حداقلش اینه که صندوق ها یه کم راه افتادن. بالاخره میبینیم که سبز زیاد داره توش، قرمز داره، بالاخره خاکستری داره، اینجوری نیست که تو صفحه فروش همه قفل باشن و خب یک بازار نرمال تقریبا یه همچین مشخصایی را باید داشته باشه. بیشترین ارزش معاملات 31 فروردین بانکی ها 1/4 معاملات را به خودشون امروز اختصاص دادن. همچنین از نظر ارزش نمادها برکت بیشترین معاملات رو داشت بعد و به ملت خودرو حساب‌ها و تجارت شپنا شستا و به صادر فولاد و پاسار نمادهایی هستن که امروز بیشترین قیمت‌ها رو به خودشون اختصاص دادن و خب می‌بینیم که بورس امروز مثبت، اونس جهانی طلا هم امروز 24% بالاتر رفت، ولی دلار کاهش قیمت زیادی رو به خودش دیده الان در بازار به 23.3% 23300 تومان ببخشید 1.9% کاهش پیدا کرده قیمت دلار و به تبع اون سکه هم امروز 1% منفی شده، یعنی 10 میلیون و 100
و خب اگر همین جوری پیش بره احتمال داره امروز و فردا سکه وارد کانال 9 میلیون بشه و زیر 10 تومن بیا. خب دوستان، این کاهش قیمت دلار به خاطر این هستش که زمزمه هایم به گوش میرسه در ارتباط با توافق احتمالی در برجام، و حالا دیروز من حتی یه خبری دادم که پیشنویس توافق هم قرار چهارشنبه ارسال بشه برای ایران. گویا مذاکرات هم به صورت به صلاح اینترنتی و ویدیو کنفرانس دنبال شده و حالا باید دید که واقعا آیا به نتیجه میرسن یا نه. همین فقط اعلام خبر که قراره همچی اتفاق بیفته باعث شده که ببینید دلار با کاهش قیمت بسیار شدیدی مواجه شده. به دنیای ارزهای دیجیتال هم سری بزنیم ببینیم که الان اونجا چه خبره و آیا بیت کوین، بله بیت کوین از 55000 مجددا 1000 تومان بالا به 56000 رسیده و ریالیش 1.4 میلیارد. با توجه به کاهش قیمت دلار، خب ریالی مقدار قیمتش اومده پایین. اتریوم 55 میلیون تومان، بیت کوین کش 23 میلیون تومان. الان ببینید بیت کوین هم یهویی اومد رو 55500 تا تو همین چند ثانیه اومد پایین و نوسانات شدیدی داره انجام میده روی بین 52.3 تا 56.7. تو این چند روزه بیت کوین نوسانات زیادی داشته و دائم در حال نوسان هستش. حالا بایستید که حرکت بعدی به سمت کجا هست. بسیاری اعتقاد دارن که الان برای خرید وقت مناسبیه به خاطر اینکه به صلاح بسیاری از هولدرهای بزرگ قصد دارن قیمت بیت کوین رو کاهش بدن تا بتونن خودشون بخرن، و حتی در اخبار اومده بود که نهنگ ها روی 47000 دلار خریدهاشون رو گذاشتن و انتظار داریم که تا 47000 دلار بیاد پایین، ولی خب میبینیم که خیلی تو این چند روزه حمایت داشته روی تقریبا 54-5000 تا کمتر نمیشه، نوسان داره ولی مجدد هی برمیگرده بالا، که یه نمونهش همین الان تو چند ثانیه دیدید دیگه 500000 تا پایین و بالا شد. خب رمزارزهای دیگه هم به تبع اتفاقاتی که برای بیت کوین افتاده و تا تثبیت نشه همه 2-3% منفی، ولی اونها هم در نوسانن، یعنی مثلا میان پایین میرن بالا. داش رو میبینیم که خب 7600، ترون 3270 و تتر 25300 تومان. هنوز قیمت تتر قیمت خوبی هستش و یکی از دلایلش اینه که خب بسیاری دارن بقیه ارزهاشون رو به تتر تبدیل میکنن و نسبت به قیمت دلار 1-2000 تومان اختلاف پیدا کرده. الان اگر نه، اگر که این اتفاق برای رمزارزهای دیگه نمیافتاد و قیمت رو کاهشی نبود و خیلی ها نمی اومدن به تتر تبدیل بکنن، قطعا تتر هم الان قیمتی رو کانال 24000 تومان داشت و باید 1000 تومانش قیمتش از این که از کمتر می شد که این دلیلشه. خب در هر حال امروز در بازارهای رمزهای دیجیتال تحرک دیدیم. در بازار بورس در 20 نماد اولیه که عرض کنم خدمتون الان نگاه کردیم روی تابلوها تحرک دیدیم، ولی هنوز اون چیزی که ما میخواییم نیست. ببینید 40 نماد فقط 40 نماد 1% به روز افزایش داشتن و 460 نماد با کاهش بیش از 1% متاسفانه روبرو شدن و امیدواریم که روزهای بعد این وضعیت تغییر بکنه. انشاءالله برگردیم به اون روزهایی مثل پارسال. پارسال این موقع دقیقا برعکس، اینا همه سبز بودن، این سبز ها مثلا قرمز بودن. دلمون هوای اون روزا رو کرده هنوز و امیدواریم زودتر برگردیم به اون روزا.
ممنون که تو این برنامه با ما همراه بودید. منتظر پیام‌های خوب شما هستم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.